ادامه که خبرها وزارت مادن و پترولیم می گوید که در سه شرکت تولید سمن در کشور 462 میلیون دلار سرمایه گذاری خواهد شد سرپرست این وزارت هنگام امضای قرارداد سمنت ولایت هرات می گوید که تمامی عناصر که در ساخت سمنت نیاز از در افغانستان وجود دارد از قبیل گچ چونه خاک سیاه و زغال سنگ شهاب دلاور می که در حال حاضر صدها میلیون دلار صرف واردات سمنت می شود و پس از فال شدن سه شرکت تولید سمنت افغانستان نه تنها که نیازمندیش را رفع می کند به کشورهای دیگر هم سمنت صادر خواهد کرد در همین رابطه بیشتر بس می کنم با آقای سیر قریشی تحلیلگر مسائل اقتصادی که از طریق خط اسکایپ با ما وصل قریشی صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم چی عوامل سرمایه گذارهای داخلی و خارجی را تشویق کردند که بیش از هر زمان دیگر مخصوصا در سکتور مادن افغانستان سرمایه های هنگفته داشته باشند بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما بینندگان تلویزیون شما و همکاران تکنیکی شما خب یکی از عوامل عمده است که قبلا نامنی هایی که در سی ولایت افغانستان وجود داشت امروز تقریبا 95 فیصد مهار شده از لحاظ مسائل امنیتی و ما شاهد جلب و جذب و علاقمندی بعضی از شرکت های بیشتر چنویی و همچنان ترکی و بریتانیایی در اخیر بودیم که اونا در مجموع 6.5 میلیارد دلار در این هفت پروژه که وزارت معدن افغانستان به داوطلبی گذاشته بودن و اونا اشتراک کردند و فراموش نکنیم که افغانستان دارای بیش از 1400 میدان معدنی است و بهترین جایگاه به خاطر سرمایه گذاری در قسمت منابع طبیعی می باشه و در پولوی زی ما فکر کنم که یک مقدار امو قاغذ ها یا بیروکروسی هایی که در زمان جمهوریت وجود داشت و همچنان فساد مالی گسترده که وجود داشت در او زمان اسلامی طالبان یک مقدار تغییرات و همچنان یک مقدار سولت ها را به وجود آورده که مردم علاقمند میشن سرمایه گذاری کنند ولی باور که ما که من فکر نکنم که انوزه هم بیشتر از شرکت های خارجی یا سرمایه‌گذاری خارجی که ما برام دی آی میگیم به او پیمانه که باید از صورت می‌گرفت در دو سال گذشته به او اندازه صورت گرفته باشه جای شک نیست که ما در ابتدای سال جاری در ماه جنوری دولت طالبان قرارداد در ارزش 540 میلیون دلار با شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی سینکیونگ که مستقر در چین است به خاطر استخراج نفت از حوزه مدریای شمال افغانستان امضا کرد بعد از اون معادن دیگه و حالا ای به خاطر فرامسازی و همچنان استخراج یا تولید سمنت در داخل کشور اینا اقدام کردن اگرچه همه از نقاط مثبت است و خیلی خوب است به خاطر اشتغال زایی کاهش فقر و به خاطر تبدیل تولید ناخالص داخلی افغانستان که متاسفانه در 20 سال گذشته به شکل تصنعی بالای کمک های خارجی استوار بود و این صنعت و مادن و همچنان در بخش زراعت افغانستان همش میتونه که یک پیامد مثبت داشته باشه بالای اقتصاد افغانستان از لحاظ بله. طبیعی بله. یکی از نگرانی که عمده این روزهای افغانستان بیکاری است دیده میشه که پروژه های صدها میلیون دلاری در حال حاضر در افغانستان آغاز میشه چقدر میتونه که این پروژه ها در قسمت مهار بیکاری و همچنان گسترش بازار کار افغانستان کمک کننده باشه بدون شک آغاز پروژه های زیربنایی، تولیدی، صنعتی، زراعتی، همه از اینها حتی پروژه های زیربنایی، چاراه اقتصادی سبب از این میشه که شرکت ها در کار بفتن، وقتی که شرکت در کار میفته طبعا اونا استخدام آغاز میکنن و استخدام وقتی که صورت میگیره طبعا مارکت کار ایجاد میشه وقتی که مارکت کار ایجاد میشه شما شاید از این میباشین کسانی که در خارج از امو دایره کار هستن اونا داخل دایره کار میشن یعنی این ارقام بیکاری را کاهش میده و در پلوی ازی فقط فقر وجود داره فقر کاهش پیدا میکنه این همه امو فاکتورهای خیلی عمده است که میتونه که بالای سطح بیکاری معصریت مثبت داشته باشه و همچنان باید بگویم که در 20 سال گذشته بیشتر کسانی که در کار دخیل بودند بیشتر پروژه هایی بود که مثلا از طریق یویسیه تنویل میشد یا مثلا از طریق بانک جانی البته پروژه های کوتا مدت بود وقتی که شما چنین پروژه های تولیدی و صنعتی را به وجود میارین یا مثلا شما در قسمت برق کار میکنین یا مثلا شما در قسمت زراعت کار میکنین این میتونه که البته اشتغال دائمی را به وجود بیاره و فراموش نکنین که تجارت عین شکل یک زنجیر است که همه اه 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 بخش های مختلف با هم وصل می شود وقتی این بخش های مختلف با هم وصل شود این زمینه زمینه شرایط کار می که ایجاد کنه بله شما مرچند در قسمت صحبتاتون اشاره کردین که کشورهای مختلف یا شرکت های بیرون مرزی مختلف در طول دو سال گذشته در افغانستان سرمایه گذاری های داشتن امتداد این خط چقدر میتونه روشن باشه و چقدر میتونه نوید بخش ازی باشه که سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان میتونه حداقل با همین منوال که ادامه داره رشد پیدا کنه ما فکر کنم که حتی دی منوال فیلی ما او را حتی آهسته تر میبینم و کنتر میبینم باید اگر در صورت که امارت اسلامی طالبان بر رسمیت شناخته میشد ما شاهد شاید تریلیون, تریلیون دلار میبودیم دیم که در داخل افغانستان سرمایه گذاری میشد چی در بخش معدن ما بود چی در بخش انرژی بود چی در بخش زراعت بود چی در بخش چارهای اقتصادی بود چی در بخش پروژه های زیربنایی از قبیل تاپی کاسای هزار و خطوط آهن که فعلا زیر بحث است و تنها صحبت ها صورت گرفته تا بال گام عملی دهی برداشته نشده بلد. من فکر کنم که یکی از چالش های بسیار عمده و مهم فعلا بر رسمیت شناختن امارت اسلامی طالبان و امو کشمکش کشورهای منطقه با امارت اسلامی است سپاسگزار شما که سیار قریشی از این که در بس با ما بودید و سپاس از شما که بیننده مجموعه خبری ساعت 8 بودید خبرها در همین جواب به پایان میرسد خدا, خدا.